با درود به بینندگان، شنوندگان، همراهان عزیز، امروز 20 دی ماه 1399 برابر با 9 ژانویه 2021 از فراسوی گزار ویژه همبستگی جهانی با پناهجویان در خدمت شما هستیم. مطابق معمول در بخش اول این برنامه اخبار و گزارش پناهجویی و پناهندگان در کشورهای مختلف به سمع و نظرتان خواهد رسید. از آقای کمانگر دعوت می‌کنیم اخبار و گزارشات این هفته رو قرائت بفرمایید. بفرمایید آقای کمانگر. با درود خدمت همراهان فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد. عزیزان، امروز شنبه 20 دی ماه 99 مصادف با 9 ژانویه 2021 برنامه هفتگی گزارش خبری پناهجویی و پناهندگی ویژه برنامه همبستگی جهانی با پناهجویان را از فراسوی گذار تقدیمتان می کنم. لطفاً تا پایان برنامه همراه باشید. خطر دیپورت یک خانواده دیگر توسط پلیس ترکیه. مدتی است اداره مهاجرت ترکیه رسیدگی به پرونده پناهجویان را شروع کرده است. جینو ابراهیمی و پیمان میرزایی همراه با دو فرزند خردسالشان با نامهای رضوان و روحان یکی از این پناهجویانی هستند که پروندهشان بازنگری شده است. این خانواده در تاریخ 2/7/2014 درخواست پناهندگیشان را ثبت کمیساریای عالی سازمان ملل در ترکیه کردند. در سال 2016 توسط UNHCR مصاحبه و قبولی گرفتند. سپس پرونده نامبردگان وارد مرحله شوری شده است. از 10 دسامبر 2018 پرونده رسیدگی پناهجویان از طرف کمیساریای عالی پناهندگان به اداره مهاجرت ترکیه واگذار گردید. متاسفانه افرادی که قبلا قبولی این سازمان را دریافت کردند دوباره توسط اداره مهاجرت بدون در نظر گرفتن قبولی بار دیگر مصاحبه خواهند شد. پیمان و روژین در مصاحبه‌ای که حدود یک ماه پیش انجام دادند آقای کمانگر، متاسفانه صدای شما قطع شد. پیمان و روژین در مصاحبه‌ای که حدود یک ماه پیش انجام دادند در تاریخ 30 دسامبر 2020 جواب رد گرفتند. طبق قانون ترکیه این خانواده حق اعتراض به حکم صادر شده را دارند. آنها برای انجام طرح این اعتراض یک ماه فرصت دارند. حالا روژین و پیمان اقامه دعاوی را طرح و از طریق وکیل دنبال می‌کنند. در صورتی که شکایت آنها در دادگاه به نتیجه مثبت ختم نگردد، خطر دیپورت آنها به ایران وجود دارد. در صورت دیپورت آنها به ایران با مجازات سنگین احتمالاً روبرو خواهند شد. جینو ابراهیمی اعلام کرده که تحت هیچ شرایطی ما نمیتوانیم به ایران بازگردیم و جانمان در خطر است. همچنین با حکم زندان و مسائلی از این قبیل روبرو خواهیم شد. شورای همبستگی از تمامی سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای حقوق زنان تقاضای حمایت و پشتیبانی از این خانواده پناهجو را دارد. قاچاقبران پناهجویان را به جای ایتالیا در شهر آیدین ترکیه رها کردند. 84 پناهجو پنجشنبه شب 7 ژانویه در محله چینه شهر آیدین به حال خود رها شدند و توسط پلیس ژاندارمری شناسایی و بازداشت گردیدند. این قاچاقبرا در ازای هر پناهجو 1000 یورو دریافت کرده بودند. قرار بود آنها را به ایتالیا برسانند. زمانی که آنها را در آیدین به حال خود رها کردند، به آنها گفته بودند سریعا پیاده شوید. اینجا ایتالیا است و بعد از آن از محل متواری شده بودند. شایان ذکر است که این پناهجویان تبعه کشورهای سوریه، مصر و افغانستان بودند. کودکانی نیز همراه خود داشتند. ماموران امنیتی مارمارای در ایستگاه ترن استانبول 4 کودک پناهجو را که بدون بلیط سوار ترن شده بودند با خشم از ترن بیرون کردند. این عمل با مقاومت مسافران و حمایتشان از کودکان مواجه گردید. ماموران امنیتی اجازه فیلم برداری را به مسافران نمیدادن و نمیذاشتن آنها فیلم برداری کنند. پناهجویان میگویند چند روز قبل نیز در مسیر سیرجه ما را کتک زدن ماموران. مدیریت مارمارا اعلام کرد تحقیق در مورد تلاش برای بردن کودکان پناهجو از قطار در ایستگاه اسکودار را شروع کردیم. حادثه ترافیکی کامیون حامل پناهجویان روز پنجشنبه که به جان باختن 5 شهروند در افغان منجر شد، در این راستا وزارت امور خارجه افغانستان یک شنبه 3 ژانویه در بیانیه اعلام کرد در نتیجه حادثه ترافیکی در ترکیه 5 شهروند افغانستان جان باختند. این وزارت با نشر اعلامیه نوشت
خودروی حامل مهاجران افغان در منطقه دوغ و بایزید ولایت آغری ترکیه در اثر سرعت زیاد از جاده منحرف شد. در این اعلامیه آمده است سفارت افغانستان در ترکیه این حادثه را بررسی می کند و به منظور رسیدگی به موضوع انتقال اجساد تداوی زخمی ها برای کمک های لازم به آسیب دیدگان اقدامات فوری را در دستور عمل خواهد گذاشت. وزارت امور خارجه افغانستان در مورد زمان دقیق وقوع این حادثه ترافیکی چیزی نگفته است. روز یکشنبه 3 ژانویه 79 مهاجر توسط گارد ساحلی لیبی نجات داده شدند و به لیبی بازگردانده شدند. در بین آنها 13 زن و 7 کودک وجود داشت. 8 نفر از مهاجرین نیز در دریا مفقود شدند. تاکنون خبری از وضعیت آنها منتشر نشده است. تقریبا حدود 60,000 مهاجر که در سال 2020 تلاش کردند تا از طریق کانال دریایی از کشور لیبی خود را به کشورهای عربی برسانند، توسط گارد ساحلی بازگردانده شدند. اکثر آنها در حال حاضر در بازداشتگاه‌های این کشور زندانی هستند. در تاریخ 13 دسامبر در شهر دنیزلی ترکیه در یک مهمانی خصوصی تعدادی پناهجو با اقامتی ایرانی به دلیل رعایت نکردن محدودیت‌ها توسط پلیس بازداشت شدند. طبق اخبار و گزارشات دریافتی 17 نفر از بازداشت شدگان به کمپ دیپورتی آغری واقع در شهر وان منتقل شدند. خانم بی‌نام مادر معین سید محمد در یک فایل صوتی که برای شورای همبستگی ارسال کرده است درخواست حمایت از پسرش و دیگر بازداشتی‌ها را کرده است. در سال 2020 حداقل 231 مورد بازگرداندن قایق پناهجویان در دریای اژه توسط داده‌های گزارش قایق اژه ثبت شده. بر اساس همین گزارش حدود 10,000 پناهجو توسط تیم گارد ساحلی یونان در معرض برخوردهای غیرانسانی قرار گرفته است. 4 مهاجر غیرقانونی در جزایر قراری اسپانیا در قایق در ساحل تنظیف مورد پیدا شدند. در بیانیه‌ای که توسط منابع محلی ارائه شد اشاره گردیده است که 47 مهاجر غیرقانونی در قایق بودند. با توجه به تأثیر منفی شیوع ویروس کرونا در بخش‌های جهانگردی و صنعتی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا تعداد مهاجران افزایش چشمگیری پیدا کرده است. تعداد مهاجران بیرویه‌ای که از این مناطق به جزایر قناری می‌رسند در سال 2020 نسبت به سال 2019 8 برابر افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اظهار داشت که سال گذشته صدها مهاجر که سعی داشتند با قایق‌های پرجمعیت از جزایر اسپانیا عبور کنند جان خود را از دست دادند. پناهندگی سیاسی مکزیک به جولیان آسانج. رئیس جمهور مکزیک در حال این پیشنهاد را مطرح کرده که رسانه‌ها در این کشور بابت محدودیت آزادی بیان تحت فشار هستند. پس از آنکه صبح دوشنبه دادگاهی در بریتانیا درخواست استرداد جولیان آسانج ایالات متحده را نپذیرفت، رئیس جمهور مکزیک به مؤسس ویکیلیکس پیشنهاد پناهندگی سیاسی داد. پناهندگان در اردوگاه لیپا در بوسنی و هرزگوین در نزدیکی مرز کرواسی همچنان به وضعیت نامناسب زندگی این اردوگاه معترض هستند. پناهندگان خواستار بهبود شرایط زندگی بهتری می باشند که در آتش سوزی در اردوگاه لیپا در 23 دسامبر رخ داده است. چادرهای پناهجویان کاملا سوخته شده. بیش از 1300 پناهجو با وجود شرایط بد آب و هوایی 12 روز در چنین چادرهایی خارج از محیط کم داخل اتوبوس‌ها شب را به روز رساندند. پس از آتش سوزی تاکنون فقط 30 چادر برپا شده است. بیش از 60,000 پناهنده اتیوپیایی به دلیل درگیری در منطقه تیگرای به سودان فرار کردند. بر اساس کمیته نجات بین المللی به دنبال درگیری در منطقه تیگرای در اتیوپی بیش از 60,000 پناهنده از مرز به شرق سودان فرار کردند. اواخر روز چهارشنبه گروه بشردوستانه جهانی اظهار داشت در حال همکاری با مقامات سودانی برای ارائه خدمات اضطراری برای تامین نیازهای اضافی در هر دو اردوگاه راکویا و اردوگاه تازه تأسیس تنگلاس می باشد. عبدالرحمن احمد پناهجوی 25 ساله سوریه‌ای که در یک کارگاه خرد کردن پالت چوب در منطقه آلا شهر مانیسا کار می‌کرد به دلیل چوبی که به همراه داشت تعادل خود را از دست داد و در اثر ثابت ضربات چوب جان خود را از دست داد. عبدالرحمن دارای 2 فرزند می باشد. عزیزان بیننده، با سپاس از اینکه تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه دیگر بدرود. با سپاس از شما آقای کمانگر. همراهان عزیز، پناهجویان گرامی، مصاحبه های اداره مهاجرت در ترکیه شروع شده است. ما تلاش می کنیم
در این مورد و موارد دیگر در بخش‌های دیگر برنامه بیشتر با شماها صحبت کنیم. توجه شما را به بخش بعدی برنامه جلب می‌کنیم.